در قسمت اول آهنگ‌های کمایی حمید عسکری 5 تا از بهترین هاشو بررسی کردیم که بیشتر غمگین و احساسی بودن و حالا در قسمت دوم سعی داریم تا آهنگ‌های ریتمیک و پر انرژی حمید عسکری رو بررسی کنیم. پس این ویدیو رو کامل ببینید. به نام خدا. سلام به همه شما عزیزان و همه کمایی های عزیز، من محمد رضا هستم و حالا در قسمت دوم بررسی 10 تا از بهترین های حمید عسکری هستیم. واقعا آهنگ های جذاب و نوستالژیک که حمید عسکری خیلی بیشتر از این هاست، ولی ما سعی کردیم به نمایندگی 10 تاشو بررسی کنیم. 5 تاشو تو قسمت اول گفتیم، اگه اونو ندیدین حتما ببینید و حالا 5 تای دیگر رو قرار مرور کنیم. اما قبلش درخواست دارم تا کانال ما رو سابسکرایب کنید، ممنون. اینطور نبوده که حمید عسکری فقط عاشقانه و احساسی بخونه، با تنظیم کننده های مختلفی همکاری داشته و کلی کار شاد و باحال هم ساخته. اولین ترکی که میخواییم بررسی کنیم آهنگ خوشبختیه، از آلبوم خوشبختی. بیا بهم بگو که تو هم مثل منو داری یا منو تنها نمیذاری. یه ترک بسیار شاد و پر انرژیه که ترانه از علی بحرینیه، ملودی از خود حمید عسکری و تنظیم از استاد کوشان حداد که من واقعا ارادت دارم به ایشون، و میکس و مستر از آرش پاکزاد. یعنی یه تیم قدر جمع شدن این آهنگو ساختن. اسمشون رو تریلی نمیکشه. تنظیم کوشان حداد بسیار زیبا بوده. اصلا همیشه کوشان حداد عالی و بی‌نقص و خلاقانه تنظیم میکنه. همیشه نوآوری داره. در تنظیم‌هاش کلی صدای گوناگون استفاده می‌کنه، تکنیک‌های جالبی به کار می‌بره. این آهنگ در کنسرت‌های حمید عسکری به شدت پرطرفداره. با اینکه آهنگ قدیمی هستش، اما هنوز هم در کنسرت‌ها مردم دوست دارن بشنون. حتی ویدیو کنسرت هم داره که یه تفاوتی داره با ورژن اصلی. اونم اینه که از گیتار الکتریک برای ملودی استفاده کردن، که اونم خیلی کارو جالبتر و جذابتر کرده و حضار در سالن رو به وجد میاره. ما این ویدیو کنسرت رو در کانال تلگراممون میذاریم، میتونید برید اونجا تماشا کنید. آدرس کانال تلگرام ما الان این پایین اومد. حمید عسکری با مسعود جهانی هم همکاری داشته، زمانی که مسعود جهانی به این شهرت نرسیده بود. حتی توی خواب و خیالم باز خواب تو و چشماتو میبینم. آهنگ فراموشی یکی از بهترین آهنگ‌های آلبوم از عشق هستش که ترانه از امیر بزرفشانه، ملودی از خود حمید عسکری و تنظیم مسعود جهانی که خیلی حس و حال خوبی داره و تمپوی بالایی داره. تو کاور آلبوم اسم این آهنگ اشتباه نوشته شده بود، عشق تو، در واقع جا به جا نوشته شده، اما این آهنگ اسمش فراموشیه و ترک سوم آلبوم از عشقه. چقدر دوست دارم برای یه شب فراموشی بگیرم برم تو خواب. آهنگ فرشته، اولین ترک کمای دو. من تو بهشتم و تو فرشتمی، آهنگسازی حمید عسکری، ترانه حمید عسکری و محمد رضا گلی‌زاده و تنظیم مرحوم نیما وارسته. اگه یادتون باشه اون زمان این مدل آهنگا خیلی مد افتاده بود و در واقع از آهنگ‌های مارکتی اون دوران بود. آهنگ لکنت بنیامین بهادوری رو یادتونه؟ دقیقا شبیه هم هستن و تنظیم کننده جفتشون هم نیما وارسته است. Yeah.
فعلا تو کمای دو بمونیم. اولین ترکش رو گفتیم، آخریش رو هم بگیم. آهنگ وقت رفتن. وقت رفتن نباید گریه کنی اینجوری دلم با ترانه فاطمه صالحی و آهنگسازی حمید عسکری، تنظیم نیما وارسته، که جزو آهنگایی بود که خیلی شنیده شد و ترانه جالبی داشت و خیلی سر زبون افتاد. به طور کلی آلبوم های کما جوری بودند که دلت نمی اومد یه آهنگ رو رد کنی بزنی آهنگ بعدی و دوست داشتی همه ترک های آلبوم رو بشنوی. واقعا هم جذاب بودند. آخرین آهنگی که بررسی میکنیم جز به آهنگ های شاد و پر انرژی نیست، اما واقعا حیف بود اینجا یادآوری نکنیم. آهنگ قسم با ترانه نرگس جعفری، آهنگسازی حمید عسکری و تنظیم میلاد ترابی. از آلبوم کمای 3 هستش. واقعا میشه گفت یکی از کمایی ترین آثار حمید عسکریه و یه حسی به آدم میده که با شنیدن آهنگای دیگه نمیشه این حس رو گرفت. میدونم شاید بگین چرا مثلا فلان آهنگ رو بررسی نکردی، این هم جزو آهنگای زیبا و نوستالژیک حمید عسکریه. بله درسته، تعداد آهنگای زیبا زیاد بودن، ما سعی کردیم به نمایندگی از اونها 10 تاشون رو یادآوری کنیم که حمید عسکری یه همچین آثاری داشت که انقدر طرفدارانش دوستش داشتند. میبینید که در بین این آهنگا آثار جدید حمید عسکری هیچ جایی ندارند. خیلی راحت میشه گفت که کما به کما رفته. نمیگم کما مرده، چون باز هم میشه همچین آثاری ساخت اگر حمید عسکری بخواد. حمید عسکری بارها گفت میخوام کمای 4 رو بسازم، اما نساخت. آخرین آهنگ کمایی که حمید عسکری شنیدم آهنگ قمار بود که به عنوان اولین آهنگ در ویدیو قبلی معرفی کردیم. آثار حمید عسکری دیگه برای منی که طرفدارشم جذاب نیستند. حتی سعی میکرد آثار مارکتی هم بسازه، اما خیلی بد شدند و اصلا جذاب نبودند. جدیدن حمید عسکری گفت که میخوام هر هفته ترک منتشر کنم، اما فقط 2 ترک منتشر کرد و به قول خودش عمل نکرد. تازه اون 2 ترک هم با کیفیت نبودند و خیلی سر و صدا نکردند. آهنگ گفتی فراموشم کن رو که ما تحلیل کردیم کادشیم بالا میاد، اگه اون رو ندیدین حتما ببینید. اونجا گفتیم که خیلی تحت تاثیر آثار شادمهره، اونم چه آثاری، آثار درجه 2-3 شادمهر. و من در اون ویدیو نگفتم، دلم نیومد که بگم، ولی اینجا میگم که متاسفانه ایراد موسیقیایی هم به گوشم خورد که اوایل که میشیدم خیلی بهش توجه نکرده بودم، ولی چند بار که گوش دادم یه قسمتی از آهنگ به شدت ایراد وجود داره که باید آکورد عوض میشد، ولی میگم مشکل هارمونی وجود داشت. آهنگ زندگی هم که آخرین آهنگیه که منتشر کرده، یه ترک مارکتیه که شبیه کارهای مسعود صادقلو و این خوانندگان جدید هستش که اصلاً هم کار جالبی نبود. حالا شادمهر هم دقیقاً مشابه این آهنگ منتشر کرده بود به نام دست من نیست که به اون هم انتقاد شد. نمیدونم چرا حمید عسکری بعد از این همه مدت که فعال نبود اومد یه همچین ترک هایی داد که کار خیلی سطح پایینی بود. از این آثار گیتاری 6 و 8 دور همی انقدر توسط خوانندگان مختلف اجرا شد که دیگه خسته شدیم. یه موردی هم وجود داره، اونم اینه که حمید عسکری دیگه با تنظیم کننده های خوبی همکاری نمیکنه. سطح تنظیم ها به شدت پایینه. آخه چقدر گیتار، چقدر تنظیم های گیتاری، در حالی که حمید عسکری خواننده‌ایه که تنظیم های الکترونیک خیلی به سبکش میاد
و کلی از آثار جالبش الکترونیک بودن. چرا به این مسئله بی توجهه؟ چقدر طرفداران خواستار همکاری دوباره حمید عسکری با میلاد ترابی بودند؟ موزیک ویدیوهایی که جدیداً منتشر میکنه هم خیلی تعریفی نیستند. حالا من خیلی متخصص کلیپ و موزیک ویدیو نیستم، ولی به عنوان یه مخاطب برام جذابیتی نداره. وقتی میبینیم سایر خوانندگان کلیپ های خیلی جذاب تری میسازند که خوب میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد، موزیک ویدیوهای جدید حمید عسکری آنقدر جذاب نیستند. این موزیک ویدیوی تقاس که جدیداً منتشر شد اونچنان منو جذب نکرد. در حد این بود که فقط یک بار تماشاش کنم. فقط اون قسمتش جالب بود که به کما میره، که اشاره به آثار کمایی و آلبوم‌های سگانه کما داره. و نمیدونم چرا برای آهنگ تقاس اینو ساختن. فکر میکنم خود حمید عسکری هم به آثار جدیدش خیلی اعتقادی نداره، وگرنه برای موزیک جدیدش ویدیو میساخت. آهنگ تقاس هم که قبلا یه ویدیو داشتیم، گفتیم که کاوری از یه آهنگ عربی هستش و خود حمید عسکری هم اینو گفته بود. این که میگیم چرا حمید عسکری این کارو نکرد، اون کارو نکرد، شاید بگین خب شاید خودش تصمیم گیرنده نیست. ولی من میدونم حمید عسکری خودش در تولید آثارش تصمیم گیرنده است و تازه تهیه کننده آثارش هم برادرش آقای رضا عسکریه. پس این آثار به شدت تحت کنترل خودشونه. امیدواریم حمید عسکری از کما در بیاد و آثار کمایی تولید کنه و دوباره مثل قبل از شنیدنشون به وجد بیاییم. دوستان، امیدوارم این دو قسمتی که برای حمید عسکری ساختیم رو دوست داشته باشین. اگه قسمت یک رو ندیدین اون رو هم ببینید. حتما برای ما نظر بنویسید، نظر شما درباره آثار حمید عسکری چیه؟ و اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و یه چرخی داخل کانال یوتیوب ما هم بزنید. اگه محتوای ما رو دوست دارین لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. ما در خدمتتونیم با ویدیوهای جذاب بر روی موج رادیو موزیگاه. باشید، خدا نگهدار.